سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. تو این ویدیو در ادامه نکات دکوراسیون اتاق خواب کودک میخوایم به بحث نورپردازی و انتخاب تخت کودک بپردازیم. من نغمه مفیدی هستم. در این ویدیو با من همراه باشید. نور یک عنصر کلیدی در طراحی اتاق کودک است. البته باید به این نکته توجه کنیم که روشنایی در اتاق کودک یک امر حیاتی و ضروریه. در حالی که خوابوندن بچه‌ها یک چالشه، اما ثابت نگه داشتن اونها در طول شب اغلب دشواره. باید اطمینان حاصل کنیم که اتاق اونها بنزی کافی تاریک هست. این امر مخصوصا برای اوایل شب و شب‌های تابستون بسیار مهمه. چراغ‌های خواب هنگام شب بسیار اطمینان بخشه و روشن کردن فضای حرکتی در زمانی که کودک از خواب بیدار میشه برامون اهمیت داره. وقتی بزرگتر میشن و تکالیف مدرسه شروع به جمع شدن میکنه، به فکر قرار دادن چراغ‌های جهت‌دار و چراغ‌های رومیزی باشین. نور اتاق کودک هم مثل هر فضای دیگه‌ای به سه دسته نور محیطی، نور عملکردی یا تسک لایتینگ و نور دکوراتیو تقسیم میشه. آبیز سقف و هالوژن‌ها نور محیطی رو تامین می‌کنن. چراغ‌های کنار تخت یا روی میزی نور عملکردی رو برای فضا فراهم می‌کنه و آبیزهای دکوراتیو هم نور جذابی رو در نقاط خاص یا سایه‌های طرحداری رو روی محیط میندازه و کیفیت یا زیبایی جذابی رو به فضا میده. چراغ‌های کنار تخت میتونه عملکردهای متفاوتی داشته باشه. نور مناسبی رو در شب برای خواب کودک فراهم می‌کنه و یا حتی برای مطالعه اون نور مناسبی رو تامین کنه که چشم رو خسته نکنه. چراغ‌های رومیزی باید تمام سطح میز رو روشن کنه. هرچه میز کار بزرگتر باشه، چراغ یا نوری که برای اون استفاده میشه باید کشیده تر باشه. نوری که میشه زاویه تابش اون رو تنظیم کرد ارجحیت داره و بهتره. برای نورهای تزئینی میشه از نورهای خطی، نوارهای LED که بسیار کاربردی و کم هزینه هستن استفاده کرد و به نوعی طرح رو شخصی سازی کرد. نورهای نقطه‌ای دکوراتیو هم در کنج‌ها جذابیت خاصی ایجاد می‌کنن، خصوصا کنار آینه‌ها. برای دکوراسیون اتاق خواب بهتره با انواع تخت‌ها آشنا بشین که قاعدتاً تنوع مختلفی دارن و از این تخت‌ها بر اساس سن و نیاز کودک استفاده می‌کنیم. تخت کودک نوپا که برای جلوگیری از غلط زدن و افتادن کودک در خواب هست و ایمنی کودک رو در سنین پایین تضمین می‌کنه. نوع دیگه تخت همون تخت‌های یک نفره با عرض 90 هست که به طور معمول در همه جا میشه ازش استفاده کرد. این تخت سبک و جابجایی اون راحت هست. تخت‌های یک نفره کوین با عرض 1.20 که برای کودک‌های بزرگتر از 10 سال و برای کسانی که اتاق‌های بزرگتری دارن پیشنهاد میشه. تخت‌های در ارتفاع که از فضای پایین اون به عنوان میز کار، کمد یا فضای بازی میشه استفاده کرد. تخت‌های 2 طبقه برای استفاده 2 تا کودک به صورت همزمان از یک اتاق هست و تمام این تخت‌ها امکان طراحی فضایی برای ذخیره‌سازی مثل کشو یا قفسه رو در زیر اونها داریم و این امکان وجود داره. برای طراحی اتاق کودک با توجه به سن کودک، نیازهای اون و ابعاد فضا باید برنامه‌ریزی درستی برای چیدمان بشه. هر آنچه که کودک نیاز داره که بتونه بازی کنه، استراحت کنه یا به مطالعه بپردازه برای کودک فراهم بشه. بهترین چیدمانیه که فضای مناسبی برای کمد، میز کار، تخت خواب فراهم کنه که یک فضای عالی چند منظوره برای کودک داشته باشیم و میتونه ترکیبی از تمام این عملکردها رو در کنار همدیگه داشته باشه. مرسی که تا انتهای این بخش ما رو همراهی کردید. اگر سوال یا نظری در مورد اتاق کودک دارید حتما برامون کامنت کنید. اگر در طراحی اتاق نظر یا پیشنهادی دارید یا چالشی دارید با ما مطرح کنید. شما برای طراحی اتاق خواب کودکتون چه پیشنهاداتی رو ارائه می‌کنید یا چه نیازهایی رو کودک شما داره؟ خوشحال میشیم نظرات شما رو بخونیم. ممنون از همراهی شما. تا ویدیوی بعدی و نکات دکوراسیون دیگه، خدا نگهدارتون.